به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما بینندگان گرامی شبکه اصلاح. امروز یک برنامه واقعا هم خیلی جالب است از رئیس پارلمان کشور و بعضی از جنایت های در گذشته و تا به امروز او که در ناحیه رشت یا غرم صورت گرفته است و اینچنین بعضی از عملهایی که واقعا هم خوب پس از دیدن برنامه با همه آن جنایت هایش آگاهی پیدا می نماید. و عنوان برنامه را گذاشتیم می دانستید که رئیس پارلمان کشور شهروندی روسیه و قزاقستان را دارد. وای به حال این ملت که رئیس پارلمانش شهروندی دو کشور دیگر را نیز دارد. پس دیگر وضع چنین است. بخش دوم، من یک کارمند حکومت ناحیه رشت می باشم. روزی 26 ژانویه سال جاری در شبکه یوتیوبی اصلاح تیوی نواره را تماشا نمودم که مربوط عملهای غیر قانونی مقیم رحیم جان نبیزاده رئیس ناحیه رشت، زائروف محمد الله عبدالخالقاویچ معاون رئیس بانک ملی در منطقه رشت و محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان می باشد. طوری به همگان معلوم است محمد طاهر زاکرزاده در زمان معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان بودنش یگانه رقیب سیاسی خود سابق رئیس ناحیه رشت لایق زاده قناعت شاه خالق را برای دور کردن از صحنه سیاست جمهوری و راه یافتن به ریاست مجلس نمایندگان تاجیکستان در نزد رهبریت دولت و طریق رسانه ها سیاه نموده از صحنه سیاست دور و به جای او موفق می شود که مقیم رحیم جان نبیزاده را اجرا کننده رئیس ناحیه رشت تعیین کند. زاکرزاده محمد طاهر از مقیم رحیم جان نبیزاده پاره کلان گرفته، او را به جای قناعت شاه لایق‌زاده به رئیس ناحیه پیشنهاد می نماید. وقتی پرزیدنت به زاکرزاده فرمان می دهد که رفته لایق‌زاده را برکنار کن، زاکرزاده از نبیزاده 60,000 دلار پاره می گیرد و می آید در مجلس ناحیه او را اجرا کننده رئیس ناحیه رشت اعلان می کند. با او می گوید که 40,000 دیگر تیار کن، 100,000 شود تا برده به جناب اولیتیان فرمانت را کاملا برارد یا در پارلمان تصدیقت نمایند. مقیم رحیم جان نبیزاده از جنهایش قرض کرده 40,000 دلار دیگر به زاکرزاده می دهد. بعد گرفتن 100,000 دلار راجع النقد، پر فرمان نبیزاده به حیث رئیس ناحیه رشت به امضا می رسد. خوب دیگر معلوم است. از روزهای اولی کاری نبیزاده معلوم بود که وی زیر فرمان دستورات زاکرزاده محمد طاهر زائر رئیس مجلس و برادرزادهش زائروف محمد الله عبدالخالقاویچ معاون رئیس بانک ملی در رشت فعالیت میکند. با این قناعت نکرده تا حال از او حق میستاند. در هر یک دزدی و فسادکاری که انجام میدهد زاکرزاده محمد طاهر در دالیا حتما شریک است. چنان گفتیم فیلیال بانک ملی در منطقه رشت زیر اداره برادرزاده محمد طاهر زاکرزاده با نام زائروف محمد الله عبدالخالقاویچ قرار دارد. محمد الله تقریبا 15 سال است در این بانک کار میکند، جایش را در این مدت عوض ننموده است. همکارانش 10 نفر عوض شدند ولی او با حمایه عمکش زاکرزاده محمد طاهر تا حال فعالیت دارد. محمد الله زائروف در 4 سال اخیر یک نیوه 4X4 رنگش سفید و یک ماشینی هوندای توکسان را که از بانک ملی رشت بود برای خط اشیا یا تجهیزات کار ناشایان وارد نموده سپیسد کرده، از آن خود کرده است. وای با فروش وظیفه های دولتی مشغول است. عملا وادی رشت را همین محمد الله زائر اداره میکند. با خرید و فروش زمین میانه روی بین کار افتادگان را مقامات سر و کار دارد. از ترس زاکرزاده محمد طاهر کسی یا مقامات جرأت نمیکند به محمد الله بگوید چی کار میکنی. سال 2020 در همین فیلیال بانک ملی در رشت یک امتحان یا اتستاسیه برای کارمندان بانک براه مانده شد، اما در اصل این یک بازی بود بیننده گرامی. کارمندان قبلی بانک گویا از اتستاسیه نگذشتند، آنها را از کار پیش نموده آزمون جایهای خالی کاری اعلان نمودند.
تا خوب افراد نزدیک خود را در این بدنه بشنانند و غارت را شروع کنند. در این آزمون همسر دومی بابا جان و جمشید، عارف و ویژیانی خسری رحیم غرمی، شریف و حبیب الله، برادری شریف و حمدالله معاون رئیس ناحیه رشت، جمعیف آیت الله جیانی رئیس ناحیه رشت، مقیمی رحیم جان نبیزاده به دادن $5,000 گویا برای برابریت بالا به کار در آمدند. گفتند به مورد است که سال گذشته شریف و حبیب الله از امتحان بانک نگذشته و از وظیفه برکنار شده بود، اما دیری نگذشته با دادن پاره به محمد الله وظیفه اش را دوباره برقرار میکند. خوب ببینید جنایت چگونه انجام مییابد. محمد الله زنش محمدی و فرزانه را در کمرس بانک نوآباد به حیث فراش افارمید کرده، هر ماه 500 سومانی دولت را میگیرد. زنش حتی یک مراتبه هم برای اجرای وظیفهش نامده است. فرش را باشد یک دختری کم بغل در دو سه روز برای ایوازی 10 سومانی از جیب کارمندان همین بانک میشوید و تازه میکند. البته این معلومات در معلوماتی یا برنامه قبلی هم بود، خوب دیگر اینجا هم آمده است، باز آن را ذکر نمودیم. محمد طاهر زاکرزاده با قناعت شلایق‌زاده برای کرسی ریاست مجلس نمایندگان را به دست آوردن رقابت داشت. برای همین با پرکرار سابق ناحیه رشت فرمان می‌دهد که از خانه لایق‌زاده در دشت رشت را ویران کند. طلبکوف شاهین پرکرار بود و برای تخریب اسبخانه می‌رود، اما پسر برادر لایق‌زاده با نام سعید احسان با آنها مانع ایجاد می‌کند و می‌پرسد که چرا چنین می‌کنید. شاهین می‌گوید که فرمانی زاکرزاده است. این گپ به زاکرزاده میرسد. زاکرزاده به شاهین میگوید که تو من فروختی و کار میکند که او از مقام پرکرار ناحیه برکنار میشود. عاقبت زاکرزاده محمد طاهر قناعت شاه لایق‌زاده رئیس پیشینی رشت را که یک دزد و پارخور و جنایتکار دیگر بود سیاه و بدنام و از صحنه بیرون کرد. در نشر دسیه های سیاه لایق‌زاده قناعتشا در اصلاح و رسانه‌ای شدن آن سهم محمد طاهر زاکرزاده خیلی کلان است. البته بینندگان گرامی، در مورد قناعتشا لایق‌زاده سال آغازی سال یعنی نهایت 2018 یا 19 ما برنامه ها نداشتیم، چون به طور ویدیویی و ما 6 مقاله در مورد دسیه سیاهی لایق‌زاده قناعتشا واقعا هم نشر نموده بودیم که پس از آن قناعتشا لایق‌زاده را از ریاست غرم برکنار و دیگر او رئیس پارلمان نشد. وقتی که تحقیقات اصلاح بیشتر شد که این معلومات ها چگونه می رسند، چون در هنگام آماده نمودن مطلب ها خیلی معلومات های جالب از غارت ها و دزدی ها و جنایت ها کاملا تمام زندگی نامه قناعتشا لایق‌زاده را به اصلاح ارسال نموده بودند و وقتی که فعلا آنها را تحقیق کردیم و دیدیم دست خط های فرستاده زاکرزاده در میان آن معلومات هایی که به اصلاح رسیده بودند افشا گشت و حتی وقتی پرسجو نمودیم که این دست خط مالی کیست، در حال برای ما گفتند که این دست خط زاکرزاده است، رئیس پارلمان. خوب دیگر و حالا هم این دست خط ها هست و فعلا این را میگذاریم تا اینکه ببینید شما. زاکرزاده شنانه گفتیم بینندگان گرامی قناعتشا لایق‌زاده را برای آن زد که امکان داشت و رئیس مجلس نمایندگان شود، چون که این مقام معمولا به نماینده وادی رشت داده می شود. بعد از برکناری لایق‌زاده وادی رشت را پره از خود نموده، حالا تاخت و تاز دارد. هر نفری را بخواهد در وظیفه میماند و هر نفری به او پسند نباشد یا پمختیت از وظیفه برکنار میکند. مثلا سردار ریاست منطقه میلیسه صفی الله عزیزاده جنرال یعنی هم دیوانایف، برادر شهرلی خیرلایف وزیر پیشین دفاع تاجیکستان و خوب دیگر خسری رحمانوف هم هست، ما از همین محمد طاهر زاکرزاده سیاه کرده و از مقامش توانیست که او را برکنار نماید. همچنین سردار بازرسی دولتی افتمبیلی ناحیه بگی جان برای من نمودن ماشین جیانهای محمد طاهر زاکرزاده با وظیفه پدرود گفت. بگی جان از این جیانها حجت میپرسد. آنها میگویند که ما جیانهای زاکرزاده ایم. بگی جان آنها را گوش نداده برای نقض قاعده حرکت راه پروتکل ترتیب میدهد. تنها برای همین بگی جان از وظیفهش برکنار میشود. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی رشت صفایف محمد صفارا برای بازپرسی مقیم رحیم جان نبیزاده رئیس ناحیه رشت در بالا سیاه میکند که نماینده جناب عالی را تحقیر و استنتاق کرده است و او را با تهمت به نفقه روان کرد. خوب بینندگان گرامی، اینجا در مورد رئیس کمیته دولتی امنیت ملی نفهمیدیم که نورعلی سیاه است یا این
زاروبوف است که فعلا رئیس کمیته دولت امنیت ملی است، ولی مهم که رئیس کمیته دولت امنیت ملی رشت صفایف محمد صفا را برای بازپرسی مقیم رهنجان نبیزاده رئیس ناحیه رشت در بالا سیاه میکند. نماینده جناب عالی را تحقیر و استنتاق کرده گفته با تهمت او را خوب به نفقه روان میکند. زاکرزاده محمد طویر یک برادر دارد با اسم نورعلی، معروف به نورعلی زویر، دختری کودکانه است. در مسکو کار و زندگی میکند. نورعلی پیش دعوای زوری و مشتنی میکرد. چند مراتبه با عبید خولیگان، همان عبید اولی، سر به سر میشود. هر بار از عبید که مشتزنی به همتا بود شکست میخورد. زاکرزاده باشد در سالهای 90 راه چاره جسته با تفنگچه تمغه مکروف نورعلی برادرش را مسلح میکند و میگوید که عبید را پرانده به قتل رساند. نورعلی زویر این عمل را انجام میدهد، ولی خوشبختانه عبید مجروح میشود ولی کشته نمی شود. زاکرزاده برادر دیگری داشت با نام زاکیروف عمر زایروویچ. سال 1996 در دوام جنگ شهروندی، بعد از آنی که قسمت زیاد منطقه رشت به دست مخالفین یا مجاهدین گذشت، عمر با راهبری به واسطه زاکرزاده از مسکو برگشته یک گروه متشکل جنایتی خود را عبارت از 20 نفر تأسیس داد و در اکثر جنایت های وزنین روی داده در منطقه دست داشت. کار این گروه تنها قتل و غارت مردمی غرم بود. سهراب نام سردار همان وقته شعبه وزارت کارهای داخلی شهرک نوآباد ناحیه رشت در بسیار عملهای ضد قانونی آنها مانع ایجاد می نماید. زاکرزاده محمد طویر با برادرش امر می کند که سهراب سردار ملیسه را از بین برد. نخواه زورتون به یه ملیسه نرسه، پرانیدش. زاکیروف عمر در قصد کشتن سهراب ملیسه می شود پیگیری نموده و ایرو هنگام ادای خدمت دولتی در دهه حلقرف ناحیه غرم پیدا نموده، سر راه او کمین می گیرد و به جانش سوی قصد انجام می دهد. در نتیجه سهراب سردار ملیسه نوآباد از دستش زخمی می شود، اما خود را به مرده می اندازد. تاریکی شب سبب می شود و عمر فکر می کند که کار سهراب تمام شد و همراه هم مسلکانش به سهراب نزدیک می شوند. سهراب هر دویش را پرانده می کشد. بعد این حادثه سهراب به دوشنبه فرار میکند و در 102 میکر رایون دوشنبه خود را تبابت میکند. زاکرزاده محمد طایر همینه که امروز ها نفر سوم کشور است از مکانی بود و باش سهراب ملیسه با خبر میشود. قاتل یعنی کیلر اجیر نموده برای قصاص برادر جنایت پیشش را گرفتن. سهراب که بهترین ملیسه منطقه و خدمتگار خلق بود است، نهایتاً به قتل میرسند. در سالهای اول آشتی ملی محمد طایر زاکرزاده به حکومت سخت نفرت داشت، اما توانید که در حکومت کار را ادامه دهد و آهسته آهسته از نهادهای پایین تا بالا حرکت کرد و در این راه خیلی کارهای بد و افرادی بیگناه را به خاطر منصب خود قربانی کرده است. زاکرزاده محمد طایر زایر وقتی که جنگ شهروندی به اوج می گرفت گریخته به قزاقستان می رود. در قزاقستان شهروندی این دولت را قبول می کند، بعدن می رود به روسیه و شهروندی روسیه را نیز قبول می کند. باید ملت تاجیک داند که رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان دارای 3 شهروندی و فروخته شده روسیه و قزاقستان می باشد. خوب دیگر این معلوماتی که به ما رسیده است چنین آمده است. زاکرزاده به حکومت پیوست و از زینه های پایان آهسته آهسته از بالا رفتن گرفت، ولی آن قدر نفوذ نداشت. وقتی که برای ریاست کمیته زمین جمهوری راه یافت، از حساب فروش زمین های دولتی میلیونر شده و مقامداران دولتی و منصبداران سطح بالا دالیه داده خود را در دل رهبریت اول جایگیر نمود. زاکرزاده برای کریره خود نفران غرمی آبرو و مقام دولتی داشتند و مثل سیدالله خیرالله‌ایف، خانوادچه لایق‌زاده، خیرالدین سفروف، جنرال مایور محمد زویر معروپوف، میرزا خوجا نیزاموف و ده ها نفر دیگر را به دادن پاره و سیاه کردن آنها در چشم پرزیدنت کشور امامعلی رحمان همه‌اش را از وظیفه ها پیش کرده آبروی آنها را در جامعه کاسته نمود. البته بینندگان گرامی، هنگام آماده نمودن این برنامه یک معلومات دیگری هم رسید که بعضی از معلومات هایی که فعلا رسیده اند، یعنی پاچرکی خودی قناعتش لایق زاده است برای اینکه یعنی اول او یعنی همین زاکرزاده قناعتش لایق زاده را از مقام ناحیه رشت برای اصلاح نما میفرست تا اینکه اون چنین جنایت دارد و فعلا اکنون رسیده است نوبت قناعتش لایق زاده و معلومات هایی که به اصلاح رسیده استادند از پاچرک و اون
چیزهایی که با ما خوب دیگر ما آنچه که میبینیم و تفحص میکنیم چنین نوانمود شده استاده است. اما در عوض همه خیش و تبار خود را به حکومت آورد و تا همین حال آنها را پشتیبانی میکند. برای مثال فیروزی جیانش در بخش کافتکاب جنایی شعبه کارهای داخلی رشت در شهرک نوآباد کار میکرد. او تا آن درجه از خود رفته بود که در ملای عام سرباز گواردیای ملی را لاتوکوب و سر و رویش را غرق آب خون نمود. اما زاکرزاده پشت او را گرفت و چیزی اش نشد. فیروز هنگام فعالیت در میلیسیا نوآباد با فساد دست زده از طرف کارمندان آژانسی ضد فساد بازداشت و از وظیفه برکنار شد. اما بعداً با دستگیری زاکرزاده باز در دوشنبه به وظیفه بالاتر او را گذرانیدند. خوب در برنامه قبلی در مورد این معلومات داده بودیم. دو حالتی نو از جنایتکاری های محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در ناحیه رشت. در دهه شوله جماعت دهاتی باقی رحیمزاده صاحبکار مقیم روسیه شمس‌الدین امردینویچ مکتب نو زمانوی میسازد. زاکرزاده محمد طاهر و رئیس ناحیه رشت مقیم رحیمجان نبیزاده از فرصت مناسب استفاده نموده 500 هزار سامانی از بودجه دولت را برای ساختمان این مکتب جدا و سپیسد میکنند. گویا 30% مبلغ مصرف شده در مکتب از حساب دولت جدا شده است. اما این پول را به جیب خود میزنند. این چیز را همه ناحیه رشت میداند که مکتب شوله را شمس‌الدین با مبلغ خود و برادرانش درست نموده است. دویم جنایتش در سال 2020 عین اوج کووید 19 از دوشنبه از حساب یاری های بشر دوستانه خارجی به غرم دو فور آرد می فرستند. رئیس ناحیه رشت یک فور اشراکی به قول شاهدان 500 خلطه آرد داشت گرفته توسط یکی از دکان های آرد فروشی شهرک نوآباد که دکاندار خیش رئیس ناحیه است فروخته پولش را با محمد طاهر زاکرزاده دو تقسیم نموده با نفع خود استفاده می برند. طبق اطلاع رسیده همه ساله 100 هزار سامانی برای شرکت طلبه ها در المپیاده ها جدا می شده است. سردار ریاست مالیه و رئیس حکومت مقیمی رحیمجان نبیزاده از این مبلغ با یکان طلبه یک سامانی نداده خودشان آبولایش می کنند. وقتی زاکرزاده رئیس کمیته زمین جمهوری و بعدن معاون سروزیر بود، پسر برادرش مردان رایبوویچ را به حیث راننده شخصی به کار گرفته بود. کاری مردان تنها از نام محمد طاهر زاکرزاده در سراسر جمهوری زمین فروشی بود تا زمانی که به دست نافتاد. این کار را ادامه میداد. محمد طاهر زاکرزاده و ایرا خلاص کرده تو از عهده کار ماهرانه برآمدن نتونستی. اگر پرینسیپ کرده زندانیت میکردن آب روی من رو هیچ و کریره مرا میشکستی گفته از کار پیشش نموده با مسکو میگریزاند تا کی فراموش شدنی این حالت در چشم مردم ننماید و در تاجیکستان نباشد. خوب باز بعدن باید بر بگردد. اینها دیگر غارتگر هستند. عبدالخالق 20 سال رئیس اداره خوجگی جنگل ناحیه رشت بود، اما وای تماما کار نمیکرد. همه کار و بار خوجگی جنگل را عبدالعزیز نام شخص که فعلا رئیس اداره خوجگی جنگل ناحیه میباشد پیش میبرد. اما عبدالخالق هزوم و دیگر چیزهای جنگل و بخصوص چراگاه ها را میفروخت. عبدالخالق در 20 سال کار تمام جنگل و طبیعت و زمین های لسخاز را فروخته به یک خرابزار تبدیل داده است. چنان میدانیم زاکرزاده پاسپورت شهروندی قزاقستان و روسیه را نیز دارد. زاکرزاده با حمید و نگینه منصورونه رابطه محرمانه دارد. بر عوض رابطه ها 7 هکتار زمینی باغزار را با پدر نگینه همچون خواجگی دهخانه حجت گذاری کرده است و برایش داده است. چند سال پیش محمد طاهر زاکرزاده رئیس کمیته زمین تاجیکستان بود و برادرش عبدالخالق سردار اداره جنگل ناحیه. این دو نفر با سوء استفاده از مقام و منصب دولتی زمین های خواجگی جنگل در دره معروف و سیاه دره ناحیه رشت را از مردمان کمبغل به زوری کشیده گرفته با نام برادرش حجت گذاری نمود. تنها یک نفر که انسان شریف و آبرومند است توانست که با یاردم خانه‌اش لایق‌زاده در آن سالها معاون رئیس ناحیه رشت بودن لایق‌زاده زمین های خود و برادرانش را از غصب این نهنگ منطقه رشت یعنی زاکرزاده محمد طاهر حفظ نماید. خوب بینندگان گرامی، چنانه که در پاچر دیده استوده اید، البته ما روی این کار کردیم، ولی معلومات اپراتیوی دوباره وقتی که برای ما رسید ببینید گویا در بعضی جاها لایق‌زاده را یعنی خودش را سفید کرده استوده است. اگر دقت داده باشید به همون خاطر معلومات رسیده مثلی که دقیقا درست است و معلومات از قناعتش لایق‌زاده است که در مورد زاکرزاده محمد طاهر فرستاده است. خوب بله، مهم که برای ما جنایت های این جنایتکاران است، دیگر مهم نیست
کی آن را کی میفرستد. زاکر زاده محمد طاهر به دین مبین اسلام نفرت شدیدی دارد. گویا لایق زاده قناعت شو گو نفرت ندارد. خب هر دد نفرت داشته شما روی هر دد سیاهی. وقتی به شرک نواد غرب مهمان می شود، در نزدیکی خانه برادرش یک مسجد جامع واقع است. از این مسجد پنج وقت از آن با بلندگو صدا می داد و مردم ادای نماز می کردند. اما از صدای بلندی از آن زاکر زاده به خشم می آید و نعوذ بالله می گوید که این خرچی هنگ از دوره و سپوریش می دید که رفته من اش کنید بلندگویک ها را بگیرید و دیگر آوازشان پست براید. خوب دیگر خناچه لایق زاده هم هنگام رئیس ناحیه بودن حجاب های زنها را از سرشان کشده گرفته بود که افرادی که اگر خواسته باشند بخوانند جنایت های این رئیس ناحیه پیشنه را مرحمت در اصلاح تا به حال دستیه های سیاهش یعنی استاده است می توانید که ببینید. خوب به همین دیگر اسم الله را با بلندگویک نمی گیرند. در مورد زاکر زاده محمد طاهر باز همین را گفتنیم که او همسالی من است. وقتی در مکتب تحصیل میکردم وی چنان بی سواد بود که حرف های سریلیکی را نمی شناخت. حرف آ را سرچه، نه را شتپایچه، حرف سه را کمانغولکی بی بند نام می برد. جناب محمد اقبال باز گمان نکنید که شوخی یا تهمت به زاکر زاده میزنم. این گفته ها حقیقت تلخ به سرگذشت زاکر زاده محمد طاهر می باشند. خوب بینندگان گرامی دیدید که معلومات ها چگونه می آیند. وقتی این زاکر زاده محمد طاهر خیلی کوشش کرد که لایق زاده قناعتش لایق زاده را از وظیفه برکنار کند تا اون رئیس پارلمان نشود و خودش رئیس پارلمان شود و آن کار شد و نهایتا خوب دیدیم که باز فعلا نوبت اینش رسیده است تا اینکه جنایت های رئیس پارلمان را بگوید. ولی باور کنید همه اینها جنایتکار هستند و یک توده اوباش و یک توده اراذیل حکومت کشور را اداره دارند. خوب شرح حال این کلیب نمود را انشاءالله تقدیمتون میکنیم. شرح حال زاکرزاده محمد طاهر رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان. زاکرزاده محمد طاهر زاهر رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شد. 17 مارس سال 2020 زاکرزاده محمد طاهر زاهر در جلسه یکم اجلاس یکم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب گردید. زاکرزاده محمد طاهر 5 ایول سال 1956 در ناحیه رشت تولد شده است. معلوماتش عالی. سال 1985 دانشکده خواجگی قشلاق سلیناگراد را از روی اختصاص مهندس زمینساز ختم کرده است. فعالیت مهنتیش را سال 1985 به صفت مهندس زمینساز اینستیتوت لایحه کشی تاجیکی پرزم آغاز نموده. مین بعد در منصبهای مهندسی پیشبر، سردار گروهی نظارتی شعبه تکنیکی، سرمهندس اینستیتوت لایحه کشی تاجیکی پرزم، سرمتخصص شعبه کمپلکسی اگرصناعتی و خوراکواری، مدیریت کارهای دیوان وزیران جمهوری تاجیکستان، شعبه خواجگی قشلاق، شعبه کمپلکسی اگرصناعتی، مدیریت کارهای شورای وزیران جمهوری تاجیکستان، سرمتخصص شعبه کمپلکسی اگرصناعتی، دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، شعبه کشاورزی و استفاده زمین دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، دیرکتور ژنرالی اگنتی ملی کیهان، گیادزی و خریطه سازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، تاجیک کائنات، رئیس کمیته حالات های فوق العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، دیرکتور اگنتی زمین سازی، گیادزی و خریطه سازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کار کرده است. از سال 2010 تا 2015 در وظیفه رئیس کمیته دولتی زمین سازی و گیادزی جمهوری تاجیکستان فعالیت نموده است. یعنی دزدی کلان خیلی زمین را فروختگی های مثل قفلان بای. سالهای 2015-2016 در وظیفه وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان کار کرده است. از سال 2016 تا 2020 در منصب معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان فعالیت نموده است. با مدال خدمت شایسته و مدال جشن 20 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان سرفراز شده است. اویله دار ولی خوب نمیدونیم چند اویله دارد. مهم بینندگان گرامی برای پایان بخش دوم است و انشاءالله برنامه ها در مورد زاکر زاده ادامه دارد و معلومات های دیگر را نیز انشاءالله از لایق شو قناعت زاده منتظریم و اینچنین هر نفر در مورد رئیس پارلمان جنایت هایش را از ناحیه رشت
و ما ارسال نماید، مرحمت نماید، نویسید تا اینکه این جنایتکاران را ای آشکار و نامه اعمالی که در این دنیا انجام دادند و شما شاهدی آنید، نویسید تا اینکه تمام ملت و مردم از آن آگاه باشد. خوب بینندگان گرامی، دیدید که رئیس پارلمان کشور شهروند هم قزاقستان و هم شهروند روسیه است، ولی فعلا با در والاترین مقام دولتی کشور، مقام قانون براری یا اینکه مکانی که در آنجا قانونهای کشور به تصویب می رسد ادای وظیفه می نماید، پس به حال این ملت باید گریست. این بود برنامه امروز ما. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.